به گفته تولید کنندگان مواد مخدر در کشور افغانستان بعد از تسلط سنی های تنروی طالبان آنان می توانند آزادان تولید مواد مخدر را ادامه دهند. کشت خشخاش یکی از اقدامات پردرآمد کشاورزان در افغانستان بود که جامعه جهانی از طریق حکومت گذشته این کشور و کمک های مالی آن را کاهش داده بود. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. بیشتر مسکن ها پای ای از مواد مخدری مانند تریاکی دارند که از آن مورفین به دست می آید. اما این مسکن که از دل مادر طبیعت آمده نه تنها درد مردم افغانستان را کاهش نداده بلکه خود زخمی بر زخم های دیگر است. تولید مواد مخدر در افغانستان پس از تسلط سنی های تندرو طالبان افزایش یافته و این تنها شامل کشت خشخاش نیست بلکه شامل تولید دیگر مواد مخدر شیمیایی نیز می شود. برای مثال در حال حاضر روزانه حدود 3000 کیلوگرم شیشه در 500 کارخانه موقت در جنوب غربی افغانستان تولید می شود. یک عمده فروش مواد مخدر در ولایت هلمند افغانستان می گوید از زمان تسلط طالبان بر این کشور آنان آزاد شدند. با این حال طالبان پس از تسلطشان محدودیت های زیادی بر بازار بزرگ تریاک در هلمن وضع کرده است. برخی از قاچاقبران مواد مخدر می که اگر طالبان بخواهد می تواند کشت و تولید این مواد را ممنوع کند اما مواد مخدر راه درآمد است. تولید کنندگان مواد مخدر در حال حاضر شیشه را با گیاه افدرا تقویت می کنند. به گفته آنان طالبان در گذشته از گیاه افدرا مالیات می گرفتن، اما اکنون آن را به کلی ممنوع اعلام کردند. این تولید کنندگان گفتند که ممنوعیت را سبب شده است که قیمت عمده شیشه در آن ولایت دو برابر شود با این حال آنان تصریح کردند که انبارهایی پر از این گیاه برای تولیدات بعدشان دارند و انبارشان تا ماه ژانویه 2022 برای تولید کافی است شماری از تولید کنندگان مواد مخدر گفتند که از زیانهای کارشان خبر دارند اما کشت جایگزین کفاف زندگیشان را نمیدهد. و اگر قرار باشد که بامیه یا بادمجان کشت کنند باید برای آن چاه حفر شود که سود کاملش حتی نصف هزینه حفر چاه را هم نمیدهد. دهد است ارزش یک کیلوگرم هروئین افغانستان برای صادرات 1190 دلار برآورد شده است اما زمانی که این محصول مثلا به کشوری نظیر بریتانیا میرسد به 66 هزار دلار فروخته می شود. این در حالی است که طبق گفته دیوید منسفیلد متخصص برجسته ی تجارت مواد مخدر در افغانستان تولید شیشه در این کشور در مقایسه با هروئین بیشتر شده است. منسفیلد گفته در دوره اول حکومت طالبان سالها طول کشید که مواد مخدر من شود اما در عین حال تریاک هنوز در افغانستان وجود داشت. با این حال بلال کریمی سخنگوی سنی های تند روی طالبان گفته ریشه کن کردن مواد مخدر به افغانستان و جامعه جهانی کمک می کند. اون مدعی شده که به همین دلیل جهان باید در این راستا کمک نماید. بر اساس آمارها تریاک افغانستان 80 درصد تریاک جهان را تشکیل می دهد و همچنان در حال رونق است. رونقی که سالها برای اصلاح آن تلاش شده بود و حالا سنیهای تندرو طالبان برای کسب درآمد آن را به وجود آوردند